بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا در مورد به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان. پژوهشگران به حل معمای منشأ کووید 19 نزدیکتر شدند. منشأ حیوانی یا آزمایشگاهی؟ پناهجویان سودانی در مصر گرفتار میان درگیری و سرکوب. عضو هیئت علمی دانشگاه مسلمان هند در میان 2% برتر دانشمندان جهان. وقت شما بخیر. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای وضعیت وخیم زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این اقدام نخستین گام جدی یک نهاد بین‌المللی برای جرم‌انگاری این پدیده در سطح جهانی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای به شدت از وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرد و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این قطعنامه با اشاره به تصویب قوانین محدود کننده طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد که این قوانین زنان را به طور عملی از زندگی اجتماعی و عمومی حذف کرده و آنان را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. پارلمان اروپا در این قطعنامه نگرانی عمیق خود را نسبت به محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال و مشارکت در عرصه‌های عمومی ابراز کرده و به مواردی همچون ازدواج اجباری، خشونت جنسی، شلاق زنی و سنگسار اشاره کرده است. این نهاد خواستار ایجاد سازوکاری تحقیقاتی از سوی سازمان ملل برای بررسی اقدامات طالبان در نقض حقوق زنان شد. همچنین در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده است که از دادگاه کیفری بین المللی ICC درخواست کند تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. پارلمان اروپا با انتقاد از کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه این گروه شد. این اقدام پارلمان اروپا به عنوان یک گام جدی در حمایت از حقوق زنان افغانستان و مقابله با سیاست‌های زن ستیزانه طالبان مورد استقبال گسترده فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. حبیب احمدی پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای احمدی سلام. با توجه به تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در محکومیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان، به نظر شما چرا تاکنون نهادهای بین المللی در به رسمیت شناختن این جنایت تعلل کردند و آیا این اقدام می تواند تغییر واقعی در وضعیت زنان افغانستان ایجاد کند؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود خسته نباشید شما، خدمت شما و بینندگان عزیزتان با تشکر از این به ما فرصت دادیم. خب متاسفانه جامعه جهانی، خیلی کشورها سالها هست که در مورد افغانستان پلیسی یا برنامه مشخصی را دنبال نمی کنند. خیلی از کشورها تقریباً کشورهایی که مسبب قطعنامه یا تربت های قطر بودن که در اونجا برنامه‌ای که طالبان رو دوباره به قدرت آوردن، اینا
در شریک جرمن در افغانستان، شریک اینا مسبب وضعیت ظاهری افغانستان هستن، خصوصا حقوق اقلیت ها و خانم ها. اما این که جامعه در کشورها اروپایی اقدام کردن کار خوبی هست بالاخره، کمی در هست اما بازم خوبه. اینا یک روزنه خیلی کمی ولی باز هم روزنه هست برای روزنه امیدی که برای جامعه خانم های افغانستان ایجاد میشن، اینکه اینا فراموش نشدن، جامعه جهانی هنوزم به فکر اینها هستن. و همچنان در کنار بر تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا، خب در افغانستان هم شرایط طوری هست که امیدهای در دراز مدت به نظر میرسه که افغانستان طالبان نمیتونن در دراز مدت جناب احمدی هستن ادامه بیدن. تصویب این قطعنامه از سوی پارلمان اروپا چه پیامی برای کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند داره و چه تأثیری بر مواضع آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهد گذاشت؟ خب با تأسف کشورها منافع ملی خودشون رو اول دنبال میکنن، خصوصا کسانی که مواشات با طالبان دارن، اونا دنبال کنترل وضعیت در افغانستان هستن، دنبال حد اقل کردن ضررهایی که از سوی طالب به اونا قرار برسه یا میتونه برسه، اونا رو میخواد منیمایز کنه یا به حد اقل برسونن. اما خب طبعا خب نمیتونه جامعه، هیچ کشوری نمیتونه از جامعه جهانی جدا باشه، خب باید اونا هم پولیسیشن رو مشخصا در مقابل در اقتبال طالبان، حقوق اقلیت ها، حقوق مذاهب، حقوق خانم ها باید مشخص کنن و باید به طالبان اینه برسنن که در مورد حقوق خانم ها و حقوق اقلیت ها نمیشه این رو با این رو مشاد کرد. و این متاسفانه خب جامعه جهانی یکی به همدیگه نگاه میکنه که اول چرا بکنه، همچنان که در پروسه صلح اینجوری بودن، خب به نتیجه نرسید، آخرش هم وضعیت کنونی هست. اگر قرار به بین مشاد کنن یکی به همدیگه نگاه کنه که اول باید شروع کنه، هیچی شروع نمیکنه، آخرش این هم به نتیجه نمیرسه. خب باید بالاخره هر که وظیفه انسانی، وظیفه همسایه‌داری، وظیفه حکومت داریشان هستن، بالاخره باید با حقوق بشر، با حقوق خانم ها، با حقوق اقلیت ها مشاد نکنن. و اینا در آینده افغانستان، اگر کشوری همسایه ای، اگر کشوری دوستی میخوان در آینده افغانستان با ملت افغانستان، با مردم افغانستان رابطه نیک و حسنه داشته باشن، مردم افغانستان این روزها رو فراموش نمیتونن. بله ممنونم. هر کشور اگر خواهد. ممنونم. با تشکر از حبیب احمدی، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام اقدام به چاپ و انتشار کتابی با عنوان شکرن للعراق نموده است. این کتاب گزیده از سخنان و مواعظ و احادیث مطرح شده از آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پیرامون خدمت به زوار که مردم عراق در ایام محرم و سفر به ویژه در ایام اربعین حسینی انجام می‌دهند می‌باشد. قصر الثقافه در نجف اشرف با هماهنگی کتابخانه عمومی الجواد در این شهر اقدام به برپایی محفل فرهنگی به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نمود. این محفل فرهنگی با حضور جمعی از فرهنگیان، دانشگاهیان و چهره‌های رسانه‌ای در نجف اشرف برگزار شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به مناسبت سالروز جهانی روز صلح اظهار داشت ناامنی سراسر جهان را فرا گرفته و صلح در همه جای جهان مورد تهدید قرار گرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر روز جهانی صلح در پلتفرم اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت جهان ما به صلح نیاز دارد.
افزایش نگران کننده ایدز در پاکستان نشان می‌دهد که این کشور از شیوع بیماری در سند در سال 2019 درس نگرفته است. گزارش‌های رسانه‌های محلی می‌گوید که این روند نگران کننده به عوامل متعددی از جمله زیرساخت‌های بهداشتی ناکافی، فقدان آگاهی و اقدامات پزشکی ناایمن نسبت داده شده است. یک دادگاه در پاکستان یک زن مسیحی را به جرم انتشار محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از قاضی دادگاه گزارش داده که این زن مسیحی 4 سال پیش یک پست را از طریق واتساپ که توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانسته شد به اشتراک گذاشته بود و به این دلیل توسط دادگاه در اسلام آباد مجرم شناخته شد. ارتش پاکستان از کشته شدن 6 سرباز و 12 شبه نظامی در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده است. ارتش پاکستان اعلام کرده که در 2 عملیات جداگانه در وزیرستان شمالی و جنوبی در خیبر پختونخوا 6 سرباز و 12 شبه نظامی کشته شدند. مدیر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در ژنو گفت که حدود 282 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی حاد مواجه هستند. دومینیک بارگونی مدیر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد افزود این تعداد ممکن است با شیوع پدیده آب و هوایی النینو افزایش یابد. گزارش کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی برای کسب درآمد از اطلاعات شخصی افراد دست به نظارت و شنود گسترده زدند. این گزارش بر اساس پرسش‌هایی که در سال 2020 درباره 9 شرکت متا، یوتیوب، ایکس، اسنپ، آمازون، مالک توییچ و بایت دنس، مالک تیک تاک ارائه شد، تنظیم شده است. اتحاد بین المللی اطلاعات تروریستی افغانستان را به عنوان مرکز رشد سازمان‌های تروریستی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، همکاری بسیاری بین جنبش طالبان افغانستان و سازمان‌های تروریستی فعال در مرزهای دو کشور وجود دارد. بر اساس داده‌های سیستم جهانی نظارت و پاسخ به آنفولانزا، موارد ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا با نام XEC حداقل در 25 ایالات متحده آمریکا گزارش شده است. گفتنی است ایالات کالیفرنیا، نیوجرسی و ویرجینیا هر کدام با بیش از 10 مورد بیشترین تعداد موارد ابتلا به این ویروس را دارند. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA واکسن آنفولانزای فلومیست شرکت میدایمون متعلق به استرازنکا را در فرم اسپری بینی تایید کرد. این واکسن نخستین واکسن برای پیشگیری از آنفولانزا است که نیازی به تزریق توسط یک متخصص بهداشتی ندارد. دانشمندان پس از 50 سال موفق به شناسایی گروه خونی جدید شدند. بیشتر گروه‌های خونی اصلی در اوایل قرن 20 کشف شدند. برخی گروه‌های خونی که بعداً شناسایی شدند، مانند سیستم خون ER که در سال 2022 شناسایی شد، نادر هستند و درصد کمی از افراد این نوع گروه خونی را دارند. این موضوع در مورد گروه خونی جدید هم صدق می کند. پژوهشگران با انجام یک تحلیل ژنتیکی جدید بر روی داده‌های بازار ووهان چین به سرنخ‌هایی در مورد منشأ احتمالی ویروس کرونا دست یافتند.
یافته‌های جدید فرضیه انتقال ویروس از حیوانات به انسان‌ها را تقویت می‌کند، اما همچنان به طور قطعی پاسخ نمی‌دهد که آیا کووید 19 از یک منشأ حیوانی یا آزمایشگاهی سرچشمه گرفته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. پژوهشگران در یک مطالعه جدید که نتایج آن در مجله سل منتشر شده، به بررسی داده‌های ژنتیکی بیش از 800 نمونه جمع‌آوری شده از بازار عمده فروشی غذاهای دریایی حیوانان در شهر ووهان چین پرداختند. این نمونه‌ها که توسط مقام‌های چینی در اوایل ژانویه 2020 جمع‌آوری شده بود، به بررسی احتمال انتقال ویروس کووید 19 از حیوانات به انسان‌ها پرداخته است. در این تحقیق پژوهشگران توانستند گونه‌های جانوری مختلفی را که احتمالاً در انتقال ویروس نقش داشتند شناسایی نمایند. برای مثال سگ راکون معمولی بیشترین نمونه‌های مثبت از ویروس سارس کووید 2 را در غرفه‌های بازار داشته است. همچنین DNA حیواناتی مانند گربه زباد و موش بامبو در نمونه‌های محیطی آلوده به ویروس یافت شده است. مایکل وروبی از دانشگاه آریزونا و یکی از نویسندگان این پژوهش بیان کرد: این تحلیل به تکمیل تصویری که پیش از این تا حد زیادی مشخص بود کمک می‌کند و به درک بهتر از نحوه شروع پاندمی می‌افزاید. با این حال هنوز نتایج قطعی درباره منشأ نهایی ویروس ارائه نشده است. محققان تاکید کردند که این پژوهش فرضیه منشأ حیوانی ویروس را تقویت می‌کند، اما همچنان مناقشات در مورد نقش احتمالی آزمایشگاه در این ماجرا ادامه دارد. پناهجویان سودانی که به دلیل جنگ در کشورشان به مصر گریخته‌اند، اکنون با مشکلات جدیدی در این کشور روبرو هستند. بسیاری از آنها پس از ماها انتظار و تحمل شرایط سخت، موفق به دریافت کارت‌های پناهجویی سازمان ملل شدند، اما این کارت‌ها نیز نتوانستند از آنها در برابر بیگانه هراسی و فشارهای اجتماعی و قانونی در مصر محافظت کنند. یکی از پناهجویان سودانی که به همراه خانواده‌اش از جنگ در خارتوم به مصر گریخته می‌گوید، دریافت کارت پناهجویی اندکی باعث آرامش ما شد، اما همچنان از برخوردهای پلیس و اخراج بیم داریم. با تصویب قانون جدید مصر که مهاجران بدون مدرک یا با اقامت‌های منقضی شده را ملزم به تنظیم وضعیت قانونی خود می‌کند، پناهجویان با مشکلات بیشتری مواجه شدند. هزینه‌های بالای طی شدن مسیر اقامت طی روال قانونی که به $1,000 می‌رسد، بسیاری از پناهجویان را در شرایط دشواری قرار داده است. در این حال گزارش‌ها از افزایش تنش‌های اجتماعی علیه پناهجویان سودانی خبر می‌دهند و برخی از آنها از تبعیض در دسترسی به خدمات اولیه مانند آموزش و مسکن شکایت دارند. دکتر فیض‌الدین احمد، استادیار فیزیک در دانشگاه علوم و فناوری ماگالایا USTM، برای پنجمین سال متوالی در لیست 2% برتر دانشمندان جهان قرار گرفت. این افتخار در حالی به او تعلق گرفت که دانشگاه USTM تحت مدیریت مسلمانان تحت فشارهای سیاسی دولت آسام قرار دارد، اما همچنان با جذب دانشجویان از اقوام و ادیان مختلف به فعالیت علمی و آموزشی خود ادامه می‌دهند. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. دکتر فیض‌الدین احمد، استادیار فیزیک در دانشگاه علوم و فناوری ماگالایا، برای پنجمین سال پیاپی به عنوان یکی از 2% برتر دانشمندان جهان در سال 2024 توسط دانشگاه استنفورد آمریکا شناخته شد. این افتخار نشان دهنده سهم برجسته او در تحقیقات علمی و پژوهشی است.
دانشگاه USTM که توسط مسلمانان مدیریت می شود تحت فشارهای سیاسی از سوی همانت بسواسرما وزیر ایالت آسام قرار گرفته است. وزیر مذکور با سخنان تندی از این دانشگاه و بنیانگذار آن محبوب الحق انتقادات شدیدی مطرح کرده است. با این حال این دانشگاه با پذیرش 80% دانشجوی هندو به تنوع و همزیستی فرهنگی و مسالمت‌آمیز در هند ادامه داده است. دکتر فیض الدین احمد که تحقیقاتش در زمینه فیزیک نظری به ویژه نسبیت عام و مکانیک کوانتومی مورد توجه واقع شده است، تا کنون 165 مقاله علمی در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر کرده است. این نشریات شامل ژورنال‌های مطرح و معتبری مانند مجله فیزیک اروپا و سالنامه فیزیک می باشد. او در واکنش به این موفقیت گفت: این موفقیت باعث افتخار است که برای پنجمین سال متوالی از سوی دانشگاه استنفورد مورد تقدیر قرار می گیرم. این دستاورد اهمیت پژوهش‌های پایدار و تلاش بیوقفه برای کسب دانش را نشان می دهد. از حمایت دانشگاه USTM و همکارانم بسیار سپاسگزارم. موفقیت دکتر فیض الدین احمد نه تنها نشان دهنده تلاش های شخصی اوست، بلکه اعتبار علمی دانشگاه USTM را به عنوان مرکزی برای نوآوری و پیشرفت علمی در سطح بین المللی تثبیت می کند. یک نگهبان اویغور به دلیل افشای اطلاعات درباره وضعیت ایلهام توختی، دانشمند و فعال اویغور که به حبس ابد محکوم شده، به 7 سال زندان محکوم شد. گپور عبدالرشید 51 ساله پس از افشای اطلاعاتی درباره شرایط زندان توختی، از جمله حبس انفرادی و وضعیت سلامت او دستگیر شد. ایلهام توختی، استاد اقتصاد دانشگاه پکن، به دلیل حمایت از حقوق اویغورها و ترویج خودمختاری در منطقه سینکیانگ در سال 2014 به اتهام جدایی طلبی به حبس ابد محکوم شد که اطلاعات اندکی از وضعیت او از زمان دستگیری در دسترس بوده است. عبدالرشید که 6 سال نگهبان توختی بود، جزئیاتی از شرایط سخت زندان و سلامت رو به وخامت او را فاش کرده بود. مقام‌های چینی به دلیل انتشار عمدی اطلاعات حساس و منفی، وی را دستگیر و خانواده او را تحت کنترل قرار دادند. فعالان حقوق بشر و قانونگذاران آمریکایی بارها خواستار آزادی ایلهام توختی شده‌اند، اما تاکنون پاسخ مثبتی از سوی مقامات چینی دریافت نکردند. و خبر پایانی امشب، پناهجویان روهینگیایی در کمپ‌های کاکس بازار بنگلادش با انتخاب دکتر محمد یونس برنده جایزه نوبل صلح به عنوان رئیس جدید دولت موقت بنگلادش به آینده‌ای روشن امیدوار شدند. محمد یونس که به خاطر ایجاد و توسعه برنامه‌های وامدهی به افراد فقیر و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آنها شهرت جهانی پیدا کرده است و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده، قول داده است که به پشتیبانی از 1,200,000 پناهجوی روهینگیایی ادامه دهد. یکی از پناهجویان کمپ کاکس بازار می‌گوید: ما در رابطه با دکتر محمد یونس شنیده بودیم که همیشه در رسانه‌ها از حقوق ما دفاع کرده است و امیدواریم او راهی برای بهبود شرایط ما پیدا کند. در حالی که کمک‌های بین‌المللی به پناهجویان روهینگیا در سال‌های اخیر کاهش یافته، محمد یونس اعلام کرده است که دولت او به حمایت از پناهجویان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند تا با همکاری جامعه بین‌المللی آنها را با امنیت، کرامت و عزت به میانمار بازگرداند. پناهجویان نیز امیدوارند با آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های کاری به استقلال نسبی دست یابند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا در مورد به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
پژوهشگران به حل معمای منشأ کووید 19 نزدیکتر شدند. منشأ حیوانی یا آزمایشگاهی؟ پناهجویان سودانی در مصر گرفتار میان درگیری و سرکوب. عضو هیئت علمی دانشگاه مسلمان هند در میان 2% برتر دانشمندان جهان. محکومیت نگهبان زندان اویغور به دلیل افشای اطلاعات محرمانه. و امید تازه در کمپ‌های مسلمانان روهینگیا با حمایت و وعده رئیس جدید دولت بنگلادش. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.